زمینی خشک و لمیزرق، نمکساری که این روزها جاشو به سبززار کینووا داده. ما برای اولین بار در این مزرعه 20 هکتار کینووا کاشتیم. کینووا یا خاویار گیاهی، دانه‌های خوراکی در دسته غلات که بومی آمریکای لاتین هستند. به عنوان یک محصول جدید که میتونه به امنیت غذایی کشور و تولید غذا در اراضی شور و جایی که محصول دیگه نمیشه کش کرد تولید غذا بکنه و به کشور ما و کشاورزان ما کمک کنه. این محصول رو 10-20 سال پیش مؤسسه اصلاح وضع روش کار تحقیقاتی شروع کرد، با کمک فاو اون رو توسعه داد و الان همونطوری که میبینید کشاورزان ما یواشاش راغب شدن این رو کشت میکنن. همین مزرعه که ما الان در خدمتتون هستیم، شوری خاکش ایسیش بالای 3 و شوری آبش هم ایسیش بالای 13 است. تو این شرایط معدود گیاهانی هستن که روش میدن و عملکرد اقتصادی میدن. گیاهی سرشار از خواص غذایی و دارویی. تنها دانه گیاهی که تمامی اسیدهای آمینی ضروری رو داره، لذا از نظر بحث این که کنترل چاقی، حتی بحث های دارویی داره در مورد دیابتی، بیماران سلیاکی، بیمارانی که مشکل مصرف گلوتن دارن و به گلوتن حساس سیستم گوارششون، چون این دانه گلوتن نداره به راحتی میتونن مصرف بکنن. و حالا کشاورزان پیشرو در مزرعه ترویجی آقای حسینی در شهرستان سابق گرد هم آمدن تا با روش کشت این محصول آشنا شوند. کشت خوبیه، 80 روز الان موقع کشتش میگذره و 10 روز دیگه انشاءالله درو میشه. کم آبه و به شوری مقاومه. رسیدگی به این مزرعه توسط عوامل مربوطه خوب بوده. نظرات کارشناسی که ما خدمتشون ارائه کردیم و کاملا رعایت کردن. پیشبینی ما بر اینه که حداقل بیش از یک تن ما بتونیم به طور متوسط کینووا برداشت بکنیم. با توجه به اقتصادی بودن این محصول در کنار محصولات بهار قرار میگیره، به نظرم میاد که این محصول در آینده نزدیک در شهرستان صاوه حداقل سالانه 1000 هکتار زیر کشت این محصول بره. کینووا را میتوان به روشهای مختلفی در غذاها استفاده کرد، اما بازاریابی و فروش این محصول مهمترین دغدغه کشاورز است. ما خیلی راغبیم اینا کشت کنیم. اینطور که تعریف کردن اولین بار ما تا حالا ندیده بودیم. اگه این محصول رو خریدش تضمین کنن، ما کشاورزا راغبیم اینا بکاریم. چند تا پیشنهاد داریم از کارخونه های بیسکویت، کارخونه ماکارونی، برای توی سوپرمارکت ها و اینا داریم فعالیت میکنیم. سال گذشته بیش از 400 هکتار کینووا در کشور کشت شد و استان های فارس، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین سطح زیر کشت را داشتند که برنامه‌ریزی برای امسال حدود 1000 هکتار در کشور است. توسعه و کشت این محصول میتونه نقش مهمی در امنیت غذایی کشور ایفا کنه. سعید فلاح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، روستای رضا‌آباد، صاوه.